درود بر شما بینندگان گرامی شبکه جهانی پارس. من لیلا هاشمیان هستم و در این ساعت با مشروع خبرهایی از ایران و سایر نقاط جهان در خدمت شما عزیزان خواهم بود. امروز دوشنبه 29 جولای 2024 میلادی برابر است با 8 مرداد سال 1403 خورشیدی. رفتار و گفتار سیاسی مسعود پزشکیان پیش و بعد از رأی‌گیری حکومتی در مدتی کوتاه بسیاری از کسانی را که بر پایه شعارها و ادعاهای تبلیغاتی او به بهبود اوضاع دلبسته بودند دل سرد کرد. تبلیغات با وبسایت خامنه‌ای و حواله دادن مشت محکم به تحریم کنندگان سرک انتخابات تنها نمونه‌هایی از عملکرد پسا انتخاباتی پزشکیان است. مسعود پزشکیان که با کارزار تبلیغاتی چهره‌های جریان موسوم به اصلاح طلبی همچون ظریف و آذری جهرمی و با بهره‌گیری از شعارهایی مانند عدالت‌خواهی و مخالفت با برخوردها با زنان برای حجاب اجباری تلاش کرد که منتقد حکومت به نظر برسد و برای رسیدن به جانشینی رئیسی حتی از صدای ممنوع هایده خواننده محبوب پیش از انقلاب 57 و همچنین ترانه برای شروین حاجی پور هم استفاده کرد، فردای معرفیش به عنوان برنده رأی‌گیری حکومتی نشست رسانه‌ای را لغو کرد و به جای آن به دیدار خامنه‌ای شتافت. و همچنین در سخنانی با سپاسگزاری از علی خامنه‌ای گفت اگر او نبود اسم من از صندوق‌ها در نمی‌آمد و این هدایتی بود که رهبر داشت. یکی از نخستین اقدامات مسعود پزشکیان بعد از معرفی او به عنوان رئیس دولت 14 جمهوری اسلامی حضور پررنگ در عزاداری‌های محرم بود که از روز نخست و در کنار رهبر جمهوری اسلامی آغاز شد. پزشکیان همچنین در این ایام با شماری از مداحان حکومتی که در سرکوب اعتراضات مردمی نقش داشتند یا از سرکوب معترضان حمایت کردند دیدار کرد. تجدید میثاق با هنیه بن نصرالله و تاکید بر همسویی با سوریه و روسیه یکی دیگر از نخستین اقدامات مسعود پزشکیان بعد از برگزاری دور دوم رأی‌گیری حکومتی برای جانشینی ابراهیم رئیسی، صحبت با مقامات برخی کشورها از جمله روسیه و سوریه و تاکید بر تداوم همسویی با این کشورها بود. مسعود پزشکیان در مراسم تنفیذ که روز یک شنبه در حسینیه روح الله خمینی برگزار شد، از برخی نهادها و جریانهای حکومتی از جمله شورای نگهبان، وزارت کشور و جریانهای سیاسی اصولگرا، اصلاح طلب و تحول‌خواه سپاسگزاری کرد. در این جلسه علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم بخش قابل توجهی از سخنانش را به اظهاراتی علیه پادشاهان پهلوی اختصاص داد و ضمن بدگویی از حکومت رضا شاه و محمد رضا شاه مدعی شد که محمد رضا پهلوی برای سرنگونی یک دولت ملی متوسل به آمریکا و انگلیس شد. کارشناسان معتقدند که رفتارها و گفتارهای پزشکیان نشان می‌دهد که او هیچ برنامه‌ای برای سیاست‌های جمهوری اسلامی ندارد. تیراندازی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی به سوی ساکنان روستای قادرآباد شهرستان خاش در استان سیستان و بلوچستان یک کشته و 3 زخمی بر جای گذاشت. پایگاه خبری هالوش با اعلام این خبر نوشت روز دوشنبه 8 مرداد نیروهای امنیتی و نظامی با یورش به روستای قادرآباد خاش بعد از تفتیش منازل شهروندان اقدام به تیراندازی کردند که یک زن مسن کشته و شماری از شهروندان از جمله یک نوجوان مجروح شده است. هالوش به نقل از منابع مطلع نوشت که نیروهای نظامی از ورود اورژانس برای انتقال مجروحین به بیمارستان ممانعت کردند و اهالی روستا با تأخیر با خودروهای شخصی مجروحین را به بیمارستان خاش انتقال دادند. رسانه‌های جمهوری اسلامی تاکنون واکنشی به این خبر نشان ندادند و از دلایل حمله به روستای قادرآباد خاش گزارشی منتشر نشده است. نیروی دریایی سپاه پاسداران امروز دوشنبه 8 مرداد در اکولایی از توقیف یک نفتکش حامل بیش از 700 هزار لیتر نفت قاچاق با پرچم کشور توگو و 9 خدمه این کشتی در آبهای شمال خلیج فارس حوالی میدان نفتی آرش خبر داد. بر اساس بیانیه منطقه سوم دریایی سپاه پاسداران، این نفتکش که پرل جی نام دارد در روز 5 مرداد توقیف شده است. به گفته سپاه این نفتکش در حوالی میدان نفتی آرش در شمال خلیج فارس
در حال بارگیری سوخت قاچاق از لنج‌های ایرانی توقیف شد. در این بیانیه گفته شده که نفتکش در حال تردد با پرچم کشور آفریقایی توگو بوده و تحت مالکیت یک عراقی ساکن دبی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که این نفتکش در تاریخ 4 مرداد از محل خود در آب‌های آزاد به سمت آب‌های ایران حرکت و از روز 5 مرداد در داخل آب‌های ایران توقف کرده است. این دومین نفتکش با پرچم کشور توگو است که در هفته‌های اخیر در خلیج پارس از سوی نیروهای سپاه پاسداران توقیف شده است. در ادامه اعتراض‌ها به صدور حکم اعدام برای پخشان عزیزی زندانی سیاسی، زندانیان سیاسی زن محبوس در زندان اوین اعلام کردند که روز سه‌شنبه 9 مرداد احتساب قضا خواهند کرد. آنها روزهای سوم و ششم مرداد هم در اعتراض به حکم اعدام همبندیشان در حیات بند زنان زندان اوین تحسن کردند. صفحه های اینستاگرام نرگس محمدی و گلرخ ایرایی، دو تن از زندانیان سیاسی زن محبوس در اوین، با اعلام این خبر در مطلبی مشترک نوشتند که این حرکت اعتراضی در ادامه اعتراض به صدور حکم اعدام پخشان عزیزی با سه‌شنبه های نب اعدام همراه شده است. زنان زندانی سیاسی در اوین بار دیگر با تاکید بر خواسته خود مبنی بر توقف اعدام ها اضافه کردند که تا لغو حکم اعدام ایستاده ایم تا پایان. کارزار سه‌شنبه های نب اعدام از بهمن ماه سال 1402 به راه افتاد و زندانیان اعتصاب کننده روز سه‌شنبه 9 مرداد برای 27 هفته دست به اعتصاب قضا خواهند زد. وضعیت جسمی و سلامت حافظ فروهی و ببخشید حافظ فروهی و منوچهر فلاح، دو زندانی سیاسی، در 8 روز از اعتصاب قضا در زندان لاکان رشت وخیم است. منابع مطلع روز دوشنبه 8 مرداد گفتند که این دو زندانی سیاسی که از روز 1 مرداد در اعتصاب قضا هستند، دیروز به دلیل افت قند و بیحالی به بهداری زندان منتقل شدند. بر همین اساس این دو زندانی هوشیاری خود را از دست داده و به دلیل عوارض اعتصاب قضا همیشه در خواب هستند. با این وجود به دلیل فشار وزارت اطلاعات، مسئولان زندان از قبول خواسته های این دو زندانی سیاسی سرباز می زنند. در سومین روز از رقابت های المپیک سال 2024 پاریس، تیم دو نفره روینگ دختران ایران متشکل از مهسا جابر و زینب نوروزی با قرار گرفتن در رده 4 میان 6 تیم از جدول مسابقات حذف شدند. مهسا جابر روز قبل از این مسابقه در ویدیویی که در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد مدعی شد که مردم ایران که نسبت به کیفیت و طرح البسه کاروان المپیک انتقاد داشتند بی فرهنگ هستند. اظهارات او با برخی از انتقادها همراه شد، اما بعد از آن برخی رسانه‌های داخل ایران خانم جابر را سفیر برند البسه کاروان ایران معرفی کرده و اظهارات او را بخشی از تعهداتش در قبال اسپانسرش دانستند. برخی منتقدین با اشاره به حساسیت رقابت‌های المپیک هم گفته بودند که ورزشکاران نباید در فاصله کوتاهی تا مسابقات درگیر صفحات اجتماعی و شغل‌های جانبیشان باشند. بعد از گذشت 3 از رقابت‌های المپیک، کاروان ایران هنوز مدالی کسب نکرده و وارد جدول مدال‌ها نشده است. نیروهای امنیتی و نظامی روز یکشنبه 7 مرداد به یک مدرسه دینی اهل سنت در شهرستان رگان در استان کرمان یورش برده و با بازداشت چند طلبه نوجوان فاقد مدرک هویتی و احضار مدیر آن مدرسه را تعطیل کردند. بر اساس گزارش وبسایت هالبش، نیروهای نظامی و امنیتی مدرسه دینی شعبه حفظ قرآن اهل سنت در شهرستان رگان را پلم کرده و چند تن از طلاب نوجوان فاقد شناسنامه را با خشونت و ضرب و شتم و فحاشی بازداشت کردند. به گفته منابع مطلع، هویت و تعداد دقیق این طلاب بازداشتی که در رده سنی 13 تا 14 سال هستند نامعلوم است و مدیر این مدرسه اهل سنت به اداره اطلاعات شهرستان احضار شده است. برند کنشمند در این لحظه توجه شما را به پنج های بازرگانی جلب میکنم. س
سرشناسترین وکیل جامعه ایرانی دکتر کامران یدیدی. تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی. در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت های بیمه خواهد بود. فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99. معتبر، برا. با ادویه جوجه کباب صدف، تهیه یک جوجه کباب لذیذ و آبدار خیلی ساده است. گوشت جوجه رو بعد از شستن به اندازه های مناسب میبریم. کمی روغن اضافه میکنیم و ادویه جوجه کباب صدف رو روی اون میپاشیم. و بعد همراه با سبزیجات دلخواهمون به سیخ میکشیم. خب، آتیش هم که آماده است. حالا جوجه ها رو کباب میکنیم و کمی بعد با لذت نوش جان میکنیم. بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست. جواهری پارس با مدیریت مسعود افلاطونی، شنبه ها ساعت 13 به وقت لس آنجلس، 818-377-31، 818-344-5050، از شبکه جهانی تلویزیون پارس. به هیچ وجه نگران فروش خانه، باغ، ویلا و یا دیگر اموال خود در هر نقطه از ایران نباشید. این کار در تخصص وکلای ماست. شماره تماس 818-577-77-59-7، روز هفته 24 ساعته. توجه شما را به ادامه خبرها جلب می‌کنم. دونالد ترامپ، نامزد جمهوری‌خواه انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده، روز جمعه در اظهارات مبهم خطاب به هواداران مسیحی خود گفت اگر در انتخابات پیش رو به او رأی بدهند، 4 سال دیگر لازم نیست رأی بدهند، چون کارها درست می شود. ترامپ به دلیل تلاش برای لغو شکست خود در انتخابات سال 2020 که منجر به حمله مرگبار به کنگره آمریکا در ژانویه 2021 شد، بارها توسط دموکرات‌ها به عنوان تهدیدی علیه دموکراسی معرفی شده است. خبرگزاری رویترز در گزارشی نوشت معلوم نیست که منظور ترامپ از این اظهارات چه بوده است. ترامپ در مراسمی که یک گروه محافظه‌کار در وست پام بیچ فلوریدا برگزار کرده بود گفت شما مسیحیان را دوست دارم، خودم مسیحی هستم، حتما بروید و رأی بدهید، 4 سال دیگر لازم نیست رأی بدهید، چون همه چیز را خیلی خوب درست خواهیم کرد. یک سخنگوی دولت آلمان روز دوشنبه گفت که دولت آلمان از همه طرف‌های درگیری خاورمیانه به ویژه ایران می‌خواهد که بعد از حمله موشکی هفته گذشته به بلندی‌های جولان تحت اشغال اسرائیل که منجر به کشته شدن 12 کودک و نوجوان شد، از تشدید تنش جلوگیری کنند. بعد از اصابت مرگبار یک موشک ایرانی به یک زمین فوتبال در شمال اسرائیل که مقامات اسرائیل حزب الله لبنان را مسئولان می‌دانند، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز یک شنبه 7 مرداد به اسرائیل هشداری شدید داد. ناصر کنعانی گفت که هر گونه اقدام جاهلانه اسرائیل می‌تواند زمینه‌ساز توسعه دامنه بی‌ثباتی، ناامنی و آتش جنگ در منطقه گردد که در این صورت رژیم یاد شده مسئول قطعی و اصلی پیامات ها و واکنش های پیش بینی نشده چنین رفتار احمقانه ای خواهد بود. این واکنش بعد از آن اعلام می شود که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که واشنگتن را به مقصد کشورش ترک کرده، حزب الله لبنان را مسئول این حمله دانست و هشدار داد که گروه حزب الله به خاطر این حمله بهای سنگینی خواهد پرداخت. ارتش اسرائیل آخرین آمار قربانیان حمله راکتی به یک زمین فوتبال در روستای مجدل شمس را 12 کشته اعلام کرد. در همین حال اعلام شده که کابینه امنیتی اسرائیل به دولت بنیامین نتانیاهو اختیار تعیین چگونگی و زمانبندی واکنش به حمله راکتی به بلندی‌های جولان را داده است. اسرائیل و ایالات متحده هر دو
در رابطه با این حادثه انگشت اتهام خود را به سوی حزب الله لبنان گرفتند، اما حزب الله مسئولیت حمله روز شنبه به روستای مجدل شمس را که مرگبارترین حمله به اسرائیل یا مناطق اشغال شده توسط اسرائیل از روز 7 اکتبر گذشته تا کنون محسوب می شود نپذیرفته است. اسرائیل وعده حملات تلافی جویانه علیه حزب الله را داده و جت‌های اسرائیلی هم روز یکشنبه اهدافی را در جنوب لبنان مورد حمله قرار دادند. اما به دنبال نشست کابینه امنیتی اسرائیل که در تل‌آویو برگزار شد، انتظار می‌رود که اسرائیل واکنش گسترده‌تری داشته باشد. کارزار انتخاباتی کامالا هریس، نامزد دموکرات‌ها برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، روز یکشنبه اعلام کرد که طی یک هفته‌ای که او به عنوان نامزد حزب معرفی شده، توانستند که 200 میلیون دلار کمک جمع‌آوری کنند. همچنین در این مدت 170 هزار داوطلب جدید برای کمک به کارزار هریس ثبت نام کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، نظرسنجی‌های هفته گذشته شامل نظرسنجی رویترز ایپسوس نشان می‌دهند که هریس و دونالد ترامپ نامزد جمهوری‌خواهان در موقعیت تقریباً برابری قرار دارند. این وضعیت نشان می‌دهد که طی 100 روز باقی مانده از کارزار انتخاباتی رقابت سختی پیش رو خواهند داشت. جمهوری‌خواهان از زمانی که نامزدی هریس برای انتخابات ریاست جمهوری توسط دموکرات‌ها اعلام شد، حملات خود را به او تشدید کردند. هریس اولین زن و اولین فرد سیاه‌پوست با تبار جنوب آسیایی است که در مقام معاون رئیس جمهوری آمریکا خدمت کرده است. برخی متحدان ترامپ از جمله شماری از اعضای ائتلاف سیاه‌پوستان هواداران ترامپ هشدار دادند که تحقیر هریس میتواند موقعیت ترامپ را در میان رای دهندگان سیاه‌پوست و رنگین پوست متزلزل کند. شورای انتخابات ونزوئلا نیکولاس مادورو را پیروز انتخابات اعلام کرد و او برای سومین دوره رئیس جمهور شد. شماری از کشورها از جمله شیلی و آمریکا خواستار شفافیت شمارش آرا شدند. در مقابل ایران، چین، روسیه و نیکاراگوئه انتخاب دوباره نیکولاس مادورو را تبریک گفتند. مادورو بلافاصله بعد از اعلام نتایج در گفتگو با انبوه هوادارانی که برای سخنرانیش گرد آمده بودند، پیروزیش را پیروزی امید و حقیقت خواند. وی از مخالفان به خاطر ادعای تقلب گسترده و نپذیرفتن نتیجه انتقاد کرد. بینندگان عزیز، بعد از چند پیام بازرگانی با ما باشید. With Sam, I think it was the best decision I ever made. He really helped me out, and he has really helped me out. So he's not too busy for me. He even gave me a cell number. دفاتر سامان حیدری، وکیل تصادفات در دو ایالت کالیفرنیا و لاس وگاس. My experience with calling Sam was very helpful because they're excellent. 818-818-0707. Him and his entire team is very professional. He leads a good group of people here, and I felt really safe and at home with them. He was very efficient in handling my case, and I would definitely recommend anyone for an injury of any kind to offer their assistance. HeyDaddyLawGroup.com. وست ساید مدیکال فارمسی در 11968 ویلشر بولوار در خدمت جامعه ایرانی. داروخانه وست ساید مدیکال به مدیریت دکتر سویل کاتوزی با همکاری تکنیسیان‌های مجرب و ارائه واکسن‌های روز. تحویل رایگان دارو به منازل شما در همه مناطق، به خصوص بیورلی هیلز، ولی، وست الی و سانتا مونیکا. دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعد از ظهر. تلفن 310-441-1200. داروهای گیاهی دکتر سهراب خوشبین نیز در وست ساید مدیکال فارمسی موجود است.
به به، هیچی مثل دوغ بیبلوس نمیشه. یادتونه قدیما میرفتیم لب چشمه درکه دربند چلو کباب سفارش میدادیم؟ غذا به همون نمیچسبید تا اون دوغ محلی و طبیعی رو مینوشیدیم. الانم تنها دوغی که کاملا به یاد دوغای خونگی خودمون میندازه دوغ بیبلوسه. سالم، کاملا طبیعی، خوشتم، تهیه شده از ماست و شیر بدون هورمون و مواد افزودنی. امتحان کنین، خودتون تایید خواهید کرد که هیچ چیزی مثل دوغ بیبلوس نمیشه. ایرانیان عزیز ساکن آمریکا و کانادا، برای رفع مشکلات حقوقی شما در ایران با منوچهر معتمر مشکل حقوقی شما حل شدنی است. فروش املاک شما در ایران جهت ایرانیان خارج از کشور، اخذ اجازه اوفک پیش از فروش املاک، انجام کلیه امور حقوقی مربوط به دادگاه‌های حقوقی و تجدید نظر در دیوان عالی کشور، دریافت شناسنامه، گذرنامه، تنظیم وکالتنامه، اعم از کاری و فروش، ثبت رسمی ازدواج و طلاق شرعی. با منوچهر معتمر مشکل حقوقی شما در ایران حل شدنی است. تلفن 949-202-7288. خوشبختانه همه چی قانونن درست شد. خبرها را دنبال میکنیم. تشکیلات جاسوسی کره جنوبی اطلاعاتی گردآوری کرده که هاکیس، رهبر کره شمالی، دخترش را برای جانشینی خود آماده میکند. خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی روز دوشنبه به نقل از گزارش سازمان جاسوسی در سئول نوشت کیم جونگ اون به دختر خود کیم جو آه که اکنون یک نوجوان است، با هدف به دست گرفتن رهبری آتی کشور آموزش های لازم را داده است. رسانه های کره شمالی که به شدت زیر نظر حکومت پیونگ یانگ هستند، بدون اشاره به سرنوشت سیاسی کیم جونگ آه گزارش هایی درباره فعالیت او منتشر کردند. گزارش فعالیت های کیم جونگ آه از شبکه دولتی تلویزیون کره شمالی پخش شده است. کیم جونگ اون که در روزهای اخیر در حال بازدید از مناطق خسارت دیده کشورش در پی وقوع سیل‌های شدید در آسیای شرقی است، به گزارش منتشر شده در خبرگزاری کره شمالی واکنشی نشان نداده است. در حالی که فرانسه میزبان رویداد المپیک 2024 پاریس است، خرابکاری در چندین خط مخابراتی و فیبر نوری باعث اختلال در خدمات تلفن ثابت و تلفن همراه در سراسر این کشور شده است. هنوز میزان اختلال و تأثیر آن بر فعالیت‌های المپیک نامشخص است. این خرابکاری در ادامه حملات صورت گرفته به شبکه‌های قطار سری و سیر فرانسه درست پیش از مراسم افتتاحیه المپیک صورت می‌گیرد. وزیر امور دیجیتال فرانسه در حساب کاربری ایکس خود این اقدامات را که در شبانه روز یک شنبه تا دو شنبه رخ داده به شدت محکوم کرد و از تلاش برای بازگرداندن مراکز آسیب دیده در صبح روز دو شنبه 29 جولای خبر داد. یک مقام پلیس فرانسه خاطر نشان کرد که حداقل 6 منطقه در این کشور از جمله منطقه‌ای در اطراف مارسی که میزبان مسابقات المپیک و قایقرانی هستند تحت تاثیر قرار گرفتند. محققان روز یک شنبه 28 جولای در گزارش جدید خود از انجام آزمایش های خون جدید برای تشخیص سریع‌تر و دقیق‌تر بیماری آلزایمر خبر دادند. تشخیص بیماری آلزایمر دشوار است، زیرا معمولاً نیاز به شناسایی تجمع پروتئین چسبنده‌ای به نام آمیلوئید بتا در مغز دارد. این کار را میتوان با اسکن‌های مغزی یا نمونه برداری از مایع مغزی نخاعی در ستون فقرات انجام داد که عموماً روش‌های آسانی نبوده و می‌توانند ناراحت کننده باشند. در نتیجه بسیاری از پزشکان آلزایمر را بر اساس علائم بیمار و معاینات شناختی تشخیص می‌دهند. در حال حاضر دانشمندان شروع به ارائه آزمایش‌های مختلفی کردند که می‌تواند نشانه‌های خاصی از آلزایمر را در خون تشخیص بدهد. این آزمایش‌ها هنوز به طور گسترده مورد استفاده قرار نگرفتند. سازمان غذا و داروی ایالات متحده هنوز هیچ یک از آنها را به طور رسمی تایید نکرده و هنوز پوشش بیمه کمی در مورد این آزمایشات وجود دارد. با این حال نتایج این تحقیقات بسیار امیدوار کننده است.
بینندگان ارجمند، به پایان بخش خبر رسیدیم. سپاسگزارم از شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بودید و تشکر میکنم از همکارم در اتاق فرمان آقای سپهر. روزگار خوشی رو براتون آرزو میکنم.